سلام. بچه ها، اتاق خودم که همیشه فیلم ها اونجا میگیرم، طبقه بالا دارن میکوبنش، دوباره میسازنش فکر کنم. یه کاری دارن میکنن که صبح تا شب صدای پتک و دریل و این چیزا تو مغزمونه، واسه همین نمیتونم اصلا اونجا فیلم بگیرم. همین اومدم اینجا این دفعه. بعد دیروز داشتم واسه خودم تو اینترنت میچرخیدم، بعد یه وبسایتی پیدا کردم که نوشته بود سوژه های ناب و طنزی که فقط در ایران میبینی. تقریبا مطمئنم خیلی جاهای دیگه دنیا پیدا میشن، ولی اونجایی که عکسارو ازشون پیدا کردم گنده اینو زده بود و خیلی به نظر باحال میومدن، واسه همین گفتم توی یه ویدیو امروز همشون رو با هم دیگه نگاه کنیم. خب فقط در ایران اکس پارتی با فونت نستعلی. دختران شنبه 6/3/85، پسران یک شنبه 7/3/85. یه 13 سال دیر این بنر رو دیدم. تالار میردامادی، ساعت شروع 9:30. همه نوع سفارش پرنده از قبل پذیرفته می شود. نوار قناری و سر قناری موجود است. سیدی آموزش توتی، کاسکو و مینا موجود. اگه خدا این آقای آموزش توتی، مینا و کاسکو رو بده، من سیدیو می خرم. هیچ چیز در جهان به اندازه عفت و عصمت زن را بالا نمی برن. توماس ادیسون. منوی رستوران بناگوشت. بناگوش نیست، چون که اینجاست میشش تا بناگوش باز شد. تقریبا مطمئنم بناگوشت نیست. گوشت، میت، مغز، برین، پاچه، لگ، زبان، لنگویج. واقعا آبگوشت، سوپ. یعنی اگه یه توریستی تنهایی بیاد این کله پاچه یه اینجوریه که Excuse me sir, I want some brain and some leg and some language please. اسهال در کمین است. همین دیگه توضیحات خاصی نداده که چجوری اگه به اون حمله کرد در مقابلش از خودمون دفاع کنیم. دروغ نمیگه، بعضی وقتا واقعا هست. یه سری عکس میوه و سبزی اون پایینه که بازم خیلی گویا نیست. به هر حال احساس کنم یارو روز قبلش یه اتفاقی براش افتاده که فرداش تصمیم گرفته گنده روی اتوبوس فقط بنویسه که اسمم کمین است. دستشویی، توجه، دستشویی مجهز به سیستم مدار بسته میباشه. یعنی دوربین توشه. من نمیخوام برم توی دستشویی. علی آقا، در گذشت سنجاب عزیزتان آقا هوشنگ را به شما تسلیت عرض می‌نماییم و در این غم بزرگ سوگواری از طرف جمعیت دوستان. بچه ها، من خیلی ناراحتم که سنجابش فوت شده، جدی میگم، ولی به کسی که این بنر رو درست کرده واقعا باید جایزه صلح نوبل رو داد. عکس آقا هوشنگم هست. من و هر کس دیگه که به این عکس خندید، همه با هم میریم جهنم. نوشتن هر گونه آگهی روی این دیوار پیگرد قانونی دارد. ضمناً در این باغ سه سگ دیوانه وجود دارد. یعنی آگهیاتون رو نذارین روی دیواره و از دیواره هم نرین بالا، برین توی باغ، چون که توی سه تا سگ دیوانه است. یعنی چی سگ دیوانه؟ زغال اپل، اولین زغال بسته بندی شده در آذربایجان شرقی، بسته 800 دلار. ازدواج، ازدواج، من هنوز نبودم که تو در دلم نشستی. آقای هستم رقصنده ایرانی و خودآموز، مطالعه‌گر تاریخ و ادبیات، ثروتمند و بسیار رمانتیک و شوخ‌تر. 63 کیلوگرم وزن، 63 ساله، با 63 دلار درآمد روزانه. کلبه تنهایی هم مالامال از عطر خیال توست. خدایی هیچی کم نداره، فقط دیوونه است یه ذره. قهوه‌خانه حاج علی درویش. مشتری گرامی، چای برای شما 2000 تومان، برای بعضی 1500 تومان، برای بعضی 1000 تومان، برای بعضی 500 تومان، برای بعضی 200 تومان، برای بعضی 100 تومان. قیمت‌ها ارتباطی با توان مالی افراد ندارد، کیفیت به اندازه چای یکسان است. احساس کنم آقای درویش فقط از روی قیافه آدم رو قضاوت میکنه و خیلی به این کار خودش داره افتخار میکنه. حراج کفش، بی سابقه ترین حراج کفش زنانه مجلسی، با پول تعمیر یک کفش صاحب کفش نو شوید. که خیلی بالا نظر میرسه. یاد کفترک، پنجمش بالاتر از پل نصب به طرف کفترک، سوپرمارکت گلبرگ، سر کوچه کیوسک تلفن، پشت انبار قرارت پیشه. در نظر خیلی امن نمیاد. مغازه چهارم دست راست جنب درخت بید. یه ذره آدرسش مشکوکه. احساس میکنم شاید اون درخت بیده رو خیلی راحت نتونم روی مپ پیدا کنم که بتونم برام و بابام لوکیشن بفرستن که زنگ بزنم پلیس بیاد کمکم. ولی خب حراج کفشه و اگه کفش با قیمت خوب میخواین باید خطرش رو به جون بخرین. حضور گرانقدر یگانه بازیگر آسیایی لی یونگ آه، تو پرانتز یانگوم جان، را به خاک هنر پرور ایران خیلی مقدم. یک
عنوان بازیگر آسیایی لی یونگ آه. الان میفهمم چرا انقدر دارم بهش میرسن. دکتر کاترین رسید. مغازش کفش فروشیه. من نمیدونم دکتر کاترین چرا باید یهو برسه توی مغازه کفش فروشی، ولی هرچی هست یه مدلی نوشته که منم خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه رسید. به یک دادزن جهت تبلیغات نیازمندی. پالتو فقط 5000 تومان. پالتوش هم خیلی یونیکه، هیچ کس دیگه یه همچین پالتوی نداره. هم کلا داره، مثلا اگه بارون و برف بیاد میتونین بذارین رو سرتون، هم میتونین از همون درمدین بپوشینش که خوشین. وسط کار خانم نیازمندی. وسط کار خانم هزینه استفاده از سرویس بهداشتی. کوچک 3000 ریال، بزرگ 5000 ریال، کوچک و بزرگ 6500، کوچک و بزرگ و ایجاد صدا 8500، کاردستی 11000. من تا الان نمیدونستم توی دستشویی آپشن کاردستی وجود داره. ایجاد صدا خداییش گرونه، واسه همین من باشم سعی میکنم صدا ایجاد نکنم. پماد گیاهی اکبر ضد دردهای عضلانی، کوفتگی و آرترو. اشتباهات خطرناک در ازدواج، وقتی به نظر والدین اهمیت نمیدین. منظورش چیه؟ من شب خوابم نمیبره چون فقط دارم به این بنر فکر میکنم. جملهش هم خیلی کامل نیست، یعنی اینجوری که اشتباهات خطرناک در ازدواج وقتی به نظر والدین اهمیت نمیدین. باید خروسی که پاشو از دست داده و خیلی از این قضیه ناراحت نیست چون پاشو توی فتوشاپ هست دست داده. رازیانه زیاد کننده مادران شیرده. برای پر یا خالی بودن مثانه با منشی هماهنگ نمایید. سلام، ببخشید من مثانه پره یا خالی، میتونید دست بزنید بفهمید. لواشک گوجه سبز محلی. ترش 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 بخوری میگی اوف. به یک فروشنده خانم ترجیحاً آقا جهت همکاری در فروشگاه کفش نیازمندی. یاسه خیلی خوشحال شدم. پماد سینا و الاغ موجود است. هر کی پماد اختراع میکنه اسم خودش میذاره روش. نه بوتیک اردلان، کاش یکم بیشتر توضیح میداد. نمیفهمم این سه تا لباساشون از بوتیک اردلان خریدن و دارن میرن ستایش خال کنن یا دارن از دیوار بوتیک اردلان میرن بالا که سریعتر بتونن ازش خرید کنن. نمیدونم، واقعا نمیدونم. کوچه حسینی حسنی. بیگ شاگرد ترجیحاً موبایل اندروید نداشته باشد، دلسوز باشد، کاری باشد، خانواده دار باشد، با خدا باشد. چرا ننوشته نیازمندی؟ یعنی معیاراشون برای یه نفر موقع استخدام اینه که دلسوز باشه، با خدا باشه، خانواده دار باشه، کاری باشه و موبایل اندروید نداشته باشه. ازدواج با استاندارد دولتی. شرایط مردان: قدرت، چارشانگی، شهرت اجتماعی، توان دفاعی و پاکی چشم، فکر و عمل. شرایط زنان: تناسب اندام، ظرافت مو، ابرو و صدا، عفت و پاکدامنی، فرمانبرداری از شوهر. ظرافت مو و ابرو یعنی چی دقیقا؟ مرد چرا باید شهرت اجتماعی داشته باشه؟ همکار خانم آشنا به امور حسابداری، ترجیحاً هولو. منظورش اپ هولوه ولی ننوشته اپ، واسه همین به نظر میاد که گفته همکار خانم جهت فروشگاه پوشاک، ترجیحاً هولو. خر عنکبوتی. یه خریه که هم قدرتای خر رو داره، هم قدرتای عنکبوت رو داره، هم لباس اسپایدرمن رو داره، هم صورتش قرمزه. مطمئنم مارول دیگه وقتی که تهش ایده کم بیاره و همه چی درست کرده باشه حتما میره سراغ این و مثلا رکورد میزنه تو فروش. ارزان ترین کفش فروشی در تاریخ جهان، از عصر دایناسورها تا زمان حضرت موسی و آقا فرعون تا به این لحظه در کره زمین، همینجاست. با تاییدیه از 5+1 و بزرگان تاریخ جهان، چارلی چاپلین، رابین هود جوان، چوپان دروغگو و حاکم بزرگ مبنی کرمان. ها؟ این فروشگاه مختص توریست های خارجی و کسانی است که لباس های خارجی و مارک های معروف را میشناسند. لطفا اگر نمیشناسید وارد نشوید. پوشاک مارک ولنجک. دکتر آفت دنیوی، جراح و متخصص زنان دایمان و نازایی. مام باباش قشنگ اون پاش اینجوری هن که ریدیم تو زندگیش. ولی اون تازه خیلی بعد از هم رفته دکتر شده و اینجوری بوده که ولی نه، هم چرا اسمشو نذاشتن نعمت. دکتر نعمت دنیوی. املاک و ماست بندی حسینی. خب یارو دوتا کار بلده، چه ایبی داره. هندوانه جیرفت به شرط چاقو شیرین با 24 ساعت گارانتی. یعنی میتونی اگه هندوانه خوب نبود ببری پس بدی. کباب لقمه، فلافل، هایداگ. ورود افراد متفرق ممنوع به جز عباس آقا. خب عکس‌ها تموم شدن. از این بعد بازم هر جا از این عکس‌ها آگهی و چیزای خنده‌دار دیدین حتما برام بفرستین یا منو توشون تگ کنین. توی اینستاگرامم
که بتونم توی ویدیوهای بعدی تو پارت های بعدی به همتون نشونش بدم. اسم من نیا، مرسی از اینکه ویدیو رو دیدین. خدافظ.